مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه هزار یاری، به جانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و هم رکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر، و جعلنا من خیر
امانه به انصاره و المستشهدین بین یدی. سلام مجدد خدمت همه بزرگواران، عید ولادت آقا امام زمان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خوش آمد میگیم به لایومون. همونطور که شاهد بودی در لایو اول، مباحث متعددی پیرامون مهدوی نقلی اشاره بهش کردن جناب فیض بخش بزرگوار. از اونجایی که مطالبشون بسیار زیاد هستش و لازم هستش که وقت بذاریم، من سعی میکنم اصلا تا جایی که نیاز نباشه الحمدلله جامع و کامل میگن، وسط حرفشون نپرم تا انشالله استفاده ببریم. مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار، ما گلی داریم که عالم را گلستان میکند. انشالله. دوستان همگی سلام، ببخشید با اسم یاد نمی کنم، خوش آمدید، مخلص شما هستیم، عیدتون مبارک. جناب فیض بخش، من زدم که تشریف بیارید بالا ولی در انتظار نوشته. آقا مهدی اگه اجازه بدین آخرش در خدمت باشید. دوستان سوالی چیزی مطلب هستش آخر بحث انشاءالله در خدمت خواهیم بود. آقای قریشی هم جناب فیض بخش یه کامنت بی زحمت بذارید از کامنت بیارمتون. آقا سلام مجدد، مخلصم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام. من یه مقدار انگار اینترنت هم ضعیفه. صدای من رو دارین؟ آره به طور کامل در خدمتیم. بفرمایید ادامه بحثتون رو. خب بحث رو به اینجا رسوندیم که داشتیم در مورد اعترافات علمای اهل سنت در مورد وجود فرزندی به نام مهدی یا اسم اصلی حضرت که محمد بود برای امام حسن عسکری، که اعترافات اهل سنت رو داشتیم ذکر میکردیم. از آقای ذهبی که بگذریم، علمای بسیار زیاد دیگری اهل سنت دارن که چنین اعترافاتی رو انجام دادن. نفر بعدی آقای سبت ابن جوزیه که از علمای بزرگ اهل سنت، در کتاب تذکرة الخواص ایشون میاد مطلبی رو ذکر میکنه در صفحه 360. محمد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میاره و دیگه صراحتا این اعتراف رو انجام میده که من آقای سبت ابن جوزی به عنوان یکی از بزرگان اهل سنت این اعتقاد رو دارم که مهدی همون مهدی هست که شیعیان میگن و در پرده غیبت به سر میبره. مورد بعدی آقای ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان، اگر عزیزان دقت بفرمایند در کتاب وفیات الاعیان و انباء و ابناء الزمان، ابن خلکان هم از تاریخ نگاران بزرگ هست، یعنی در تاریخ بعد از اینکه به ابن سعد و طبری استناد میشه، به ابن به آقای جزری نویسنده کتاب الکامل استناد میشه، به ابن خلکان هم استناد میشه در کتاب خودش وفیات الاعیان جلد چهارم صفحه 176. بعد از اینکه اسم آقا امام زمان رو میاره میگه کانت ولادته یوم الجمعه، ولادت آقا روز جمعه بوده، منتصف و شعبان سنه 55 و 200،
در نیمه شعبان سال 255 ولما توفا ابوه کان عمره 5 سنین، زمانی که پدر ایشون به شهادت رسید. حالا آقای ابن خلکان تعبیر وفات داره، زمانی که پدر ایشون به وفات رسید عمر ایشون 5 سال بیشتر نبوده. خب این دیگه تصریح داره میکنه بر ولادت امام زمان در 15 شعبان سال 255، یعنی دقیقا همون چیزی که ما شیعیان اعتقاد داریم. ابن خلکان سنی داره همون اعتقاد ما شیعیان رو مطرح میکنه تحت اعتقاد خودش. از همه اینا جالبتر فخر رازی که دیگه مشهور هست بین علمای اهل سنت به یک مفسر بزرگ در زمینه قرآن کریم. ایشون یک کتابی داره از شجرت المبارکه فی انصاب طالبیه. چون فخر رازی یک عالم جامع بوده، یعنی اینکه فخر رازی در زمینه ادبیات کتاب داره، در زمینه احادیث کتاب داره، در زمینه تفسیر کتاب داره، و این هم یکی از کتابهایشون در زمینه انصاب هست، علم انصاب و نسب شناسی. در مورد امام حسن عسکری مطلبی رو میگه که خب این مطلب با عقاید ما شیعیان سازگار نیست و این عادی هم هست، به خاطر اینکه ایشون شیعه نبوده و یک اهل سنت بوده و داره به عنوان یک سنی میگه. ما این مطلب رو که داریم ذکر میکنیم اینطور نیست که بخوایم تأیید بکنیم کلام فخر رازی رو، بلکه میخوایم بگیم ایشون هم به عنوان یک عالم اهل سنت اعتراف کرده به ولادت امام، به ولادت آقا امام زمان. دقت کنید در کتاب از شجرة المبارکه صفحه 78، اولاد الامام العسکری علیه السلام، اولاد امام حسن عسکری، میگه فلهو ابنان و بنتان، 2 پسر و 2 دختر داشت. که خب ما اینو قبول نداشتیم، حضرت کلن یک پسر بیشتر نداشتن و دختر و پسر دیگری نداشتن. خب این یک چیز عادی هست که چنین اختلافی باشه، اما جالبه، خیلی جالبه، فخر رازی با اون عظمتش در بین اهل سنت که اهل سنت تقریبا شما هر کسیشو بخوای ببینی اسم فخر رازی که میاد بهش میگن امام فخر رازی. احسن، خواستم اشاره کنم. بله، ما چطور میگیم امام تا پسر آقا امام حسن عسکری، فعهدهما، یکیشون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این دقیقا اعتقاد شیعه هست، میگه یکی از فرزندان آقا امام حسن عسکری صاحب الزمان هست، که بعد میگه عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی خداوند بیاد و خداوند تعجیل بکنه در فرج آقا امام زمان. خب این چنین چیزی یک چیز عجیبی هست، وقتی امامشون امام فخر رازی میاد مطرح میکنه که یکی از فرزندان امام حسن عسکری صاحب الزمان هست. خب صاحب الزمان لقبی که ما شیعیان برای امام مهدی سلام الله علیه قائل هستیم. یک اهل سنت وقتی که مطلبی رو در این زمینه میگه، خب این چیز کمی نیست. و در مورد فرزند سوم هم میگه وسانی موسی درجه فی حیات ابی، موسی بوده نفر دوم که در زمان حیات امام حسن عسکری فوت کرده، که خب ما وجود چنین فرزندی رو قبول نداریم. اما خب جالب بود امامشون میاد چنین مطلبی رو ذکر میکنه. منبع رو لطفی فرمایید دوباره. چشم در کتاب از شجرة المبارکه فی انصاب طالبیه، حالا جالبه همینجا روی کتابم نوشته للامام فخر رازی. در همین کتاب شما وقتی برید صفحه 78 الشجرة المبارکه فی انصاب طالبیه صفحه 78 نویسنده امام فخر رازی. نفر بعدی آقای زرکلی. زرکلی از علمای انصاب اهل سنت هست، یعنی تخصص این آقا در علم نسب شناسی است. یعنی این آقا رو ساختن، آقای خیرالدین زرکلی رو ساختن برای اینکه بیاد و صرفا نسب شناسی بکنه و بگه این فرزند اون بوده و فلانی فرزند داشته یا نداشته. یک کتابی هم داره در این زمینه به نام اعلام، که اون اسم دیگری که برای این کتابش ذکر میکنن میگن قاموس و تراجم، یعنی یکی از بهترین کتابها در زمینه تراجم، که علم تراجم علم شناخت علما و افراد و شخصیتهای مهم هست، به خلاف رجال که صرفا علم شناخت روات هست. در کتاب الاعلام زرکلی جلد
حالا این کتابی هم که ما داریم چاپ دارالعلم هست، در بیروت لبنان چاپ شده این کتاب، جلد ششم صفحه 80 میاد ذکر میکنه محمد ابن حسن العسکری ابن علی ابن الهادی آخر الائمه الاثنی عشر عند الامامیه، میگه آخرین امام دوازدهگانه در بین امامیه، در بین شیعیان بوده. حالا زمانی که اینها رو ذکر میکنه، عقاید شیعه رو که ذکر میکنه، میرسه به عقیده خودش، میگه ولد فی سامراء، میگه در شهر سامراء به دنیا اومد، و مات ابوه و له من العمر نحو 5 سنین، و زمانی که پدرش به شهادت رسید او 5 سال سن داشت. خب اینم داره اعتراف صریح میکنه به ولادت حضرت، تاریخش هم همون تاریخیه که ما میگیم، و قیل فی تاریخ مولدهی، در تاریخ ولادتش گفتن لیلت و نصف شعبان سنه 255، در سال 255 حضرت مهدی در نیمه شعبان 15 شعبان به دنیا اومد. و جالب اینه که میگه که آقا این آقا از تاریخ 265 دیگه رؤیت نشد، غایب شد و هیچ جایی، حالا خیلی توضیح میده ایشون در مورد امام زمان، حالا من فکر کنم اگر بخوام همشو بخونم خیلی طول میکشه. و جالب بعد از این که میگه در سال 255 به دنیا اومد، میگه در سال 265 این آقا از دیدگان غایب شده و هیچ کتابی، هیچ شخصی در مورد کشته شدنش یا وفاتش به مرگ طبیعی هیچی ذکر نکرده. و شما بگردی تو کتابای شیعه سنی وهابی چیزی در مورد وفات امام زمان نمیبینی، اما در مورد ولادتش میبینی. این یک چیز جالبیه که آقای زرکلی ذکر میکنه. از علمای معاصر اهل سنت هم بخوایم بگیم، کتاب تذکرت الهاشمی نسب السادات الحسینی که از علمای معاصر اهل سنت هست، این کتاب در نویسندش مصطفی بن عبدالرحیم برقان مصطفی، از بزرگان نسب شناسی حال حاضر اهل سنت، که البته من احساس میکنم که فوت کردن، حالا من دقیق مطلع نیستم، اما خب اینو میدونم که از بزرگان اهل سنت هستن. حالا این کتابی هم که ما داریم در امارات متحده عربیه در دبی چاپ شده، تذکرت الهاشمی نسب السادات الحسینی. ایشون میاد در مورد فرزندان و نسل امام علی یک شجرنامه ای میکشه، یعنی اینجا نوشته نیست، اینجا به صورت اینکه بخواد نوشته باشه صرفا یک درختی کشیدن، که خب شجرنامه غالبا اینطور هست در کتابهای انساب، یک درختی میکشن و از همون ریشه تا اون بالای بالا دونه دونه ذکر میکنن. بعد از اینکه امام حسن عسکری رو میاره، در مورد یه شاخه میزنه، میره روی امام زمان، مینویسه ابوالقاسم محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن رضا، اسم امام زمان رو میارن با کنیه ابوالقاسم. برای ولادت حضرت، تاریخ ولادت میگه شب 15 شعبان سنه 255 هجری. اما در مورد محل دفن حضرت میگه والله اعلم و بالصواب، ما نمیدونیم کجا دفن شده. در مورد نحوه فوت حضرت میاد میگه آقا اصلا هیچ کتاب تاریخی در مورد فوت ایشون مطلبی ذکر نکرده، در مورد ولادتش کثیرم ما اومده، اما در مورد فوتش مطلبی نیومده. و در مورد تعداد اولادم میگه که انما العلم عند الله، میگه علم این قضیه هم در نزد خداوند تبارک و تعالی هست. از همه اینا که بگذریم، شاید برخی از بزرگواران بخوان اینطور اشکال کنن که بگن آقا علمای قدیم ما اشتباه کردن، یعنی این همه عالم در طول این همه قرن اومدن گفتن امام حسن عسکری فرزند داشته، اشتباه کردن. حالا خب از علمای معاصر بیارید. اولا که این نفر آخری که من گفتم از علمای معاصر و از بزرگان اهل سنته، اما خب شاید میخوام بگن که آقا این آقا روحانی دینی نبوده، درسته که استاد دانشگاه الازهر مصر بوده، ولی خب روحانی دینی نبوده. شما از روحانیون اهل سنت بیارید، آقا ما میاریم از آقای مولوی محمد عمر سربازی، دیگه معروف هم هست مولوی محمد عمر سربازی که در اوایل انقلاب هم
خیلی برای انقلاب در واقع زحمت کشید آقای محمد عمر سروازی، بهتره که آدم انصاف داشته باشه. برای برپایی انقلاب و به ثمر رسیدن انقلاب در منطقه سیستان و بلوچستان ایشون زحمت کشیدن. محمد عمر سروازی یک کتابی دارن، فتاوای منبع العلوم کوهوند. اینجا این کتاب یه چیز تو مایه استفتاءات ما شیعیان هست، از آقا سوال پرسیدم و ایشون جواب داده. آقایون میتونن، دوستان عزیز و بزرگوار، اگر رجوع کنید به کتاب فتاوای منبع العلوم کوهوند جلد 3 صفحه 141، جلد 3 صفحه 141، از آقا در مورد اولاد و نسب حضرت علی و اولاد و نوادگان حضرت علی میپرسن. نسب حضرت علی رو که توضیح میده، چیزی که دیگه مشهور میرسه به هاشم و عبدالمطلب و از اون طرف اسماعیل و حضرت ابراهیم. در مورد نوادگان حضرت میاد ذکر میکنه دونه 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 دونه، بعد از این که امام حسن عسکری رو هم ذکر کرد میره و مطلبی رو ذکر میکنه، میگه امام حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته، به دنیا آمدنش قطعیه، اما اینکه فوت کرده در تاریخ ثبت و ضبط. سنت که چنین چیزی رو مطرح کردن. خب ظاهرا اینترنت ایشون قطع شد، خود نوبت شدن، خدا رو شکر. این در مورد کلام علمای اهل سنت در مورد ولادت آقا امام زمان. خب این دیگه کاملا واضح شد که شک و شبهه‌ای در زمینه ولادت ایشون وجود نداره. یه مطلبی که مطرح میکنن اینه که، حالا نمیدونم ایشون آقای محزون میخواستن بفرمایین اینو یا نه، در مورد ولادت حضرت در کتب شیعه عرض کنم یا نه؟ بله این رو هم بفرمایید. بله البته عقیده ما هست و طبیعیه، ولی بفرمایید بهتر هستش. بله بله. خب ببینید، در کتب شیعه، چون یکی از ادعاهای وهابیت این بود که میگفتن اصلا نه تنها در کتب اهل سنت ولادت ثابت نیست، بلکه در کتب شیعه هم چنین چیزی ثابت نیست. خب حالا ما از کتب اهل سنت که آوردیم و دیگه واضح شد برای عزیزان، اما از کتب شیعه لازمه که مطالبی رو خدمت شما عرض کنیم. ما چون ادعاشون این بود که ما یک روایت صحیح هم نداریم، من یه روایتی رو آماده کردم، صرفا یک روایت به همراه تصحیح سندی، روایات در زمینه به دنیا آمدن حضرت و اینکه حضرت مهدی سلام الله علیه همون مهدی موعودی هستن که پیامبر بهشون وعده داده، در این زمینه شکی نیست. اما خب در این روایت هم خیلی زیاده، متواتر، ما به اصطلاح بحث رجالی میگیم متواتر هستن این روایات، یعنی اونقدر که زیاده نیاز به بررسی سندی نداره. یعنی اگر شما بری یک جا و بگی که روایت متواتر صحیح هست یا ضعیف، به شما میخندن، به خاطر اینکه روایت متواتر به حدی از نقل رسیده که نیاز به بررسی سندی نداره. اما خب چون ادعاشون این بود و خیلی روش مانور میدادن که ما روایت صحیح در زمینه ولادت حضرت نداریم، خب بنده اینجا فقط یک روایت عرض میکنم خدمت شما. اگر هم بخواید میتونیم ارجاع بدیم به ده ها و صد ها روایتی که در کتب شیعه اومده. حالا قبل از اینکه من روایت عرض کنم، صبر کنید من یک آماری بدم از کتاب، از روایات مهدویت. دوستان صدا و تصویر من رو دارید؟ جناب فیزبر زهران
افتادن پایین به خاطر نتشون.